نبرد بنی قریزه کشتار جنجالی یهودیان در اسلام در این پادکست قرار به سراغ یکی از نبردهای مهم صدر اسلام یعنی بنی قریزه برم پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید قذوه بنی قریزه نام آخرین جنگ از غزوات پیامبر اسلام با یهودیان مدینه بود که در سال پنجم هجری و مطابق عقیده مسلمانان به دلیل پیمان شکنی یهودیان بنی قریزه و هم پیمان شدن اونها با اهل مکه در نبرد خندق روی داد در این قذوه مسلمانان قلعه های بنی قریزه را محاصره کردند پس از حدود یک ماه یهودیان تسلیم شدند و حکمیت سعد بن معاز رو پیشنهاد کردند. طبق برخی نقل ها سعد با استناد به پیمان یهودیان با پیامبر اسلام و به حکم تورات حکم به قتل مردان جنگجوی قبیله اسارت زنان و کودکان یهودی و مصادره اموال داد و پیامبر اسلام این حکم رو پذیرفت برخی دیگه در این که صد به قتل همه مردان حکم کرده باشه تردید کردند در باره قبیله بنی قریزه و مهاجرت اونها به یسرب گزارش های متفاوتی در دست ماست. بر اساس برخی گزارش ها بنی قریزه از نسل هارون برادر موسا به شمار میرند که پیش از رویداد سیل ارم که به مهاجرت قبایل اوس و خزرج به یثرب منجر شد در اونجا ساکن شده بودند بنی قریزه در کنار دیگر قبایل یهود تونستند اداره و حکومت شهر را به دست بگیرند فرمانروای روای اونها القیتوان خراجگزار مرزبان ایرانی از زاره در بحرین بود شکست دولت یهودی یمن از پادشاه مسیحی حبشه که تحت حمایت روم بود قدرت یهودیان را در مدینه کاهش داد سرانجام در نبرد قبیله خزرج با یهود فرمانروای یهودیان به قتل رسید و عرب اداره این شهر را به دست گرفتند در زمان هجرت پیامبر اسلام به مدینه ما بین مسلمانان و قبایل یهودی از جمله بنی قریزه پیمان اتحادی بسته شد که مطابق اون یهودیان و مسلمانان باید هر دو مشترکن از مدینه در برابر حجوم دشمنان دفاع کنند پس از مدتی قذوه خندق یا احزاب فرا رسید بنابر عقیده مسلمانان دلیل اصلی جنگ اسلام با بنی قریزه پیمان شکنی اونها و همکاری با اهل مکه در جنگ احزاب علیه مسلمانان بود بر اساس گزارش منابع تاریخ اسلام هنگامی که سپاه مکه و همپیمانان اونها به مدینه رسیدند حیی ابن اختب از یهودیان بنی نظیر که در ساماندهی این جنگ نقش مهمی داشت به نمایندگی از قریش به دیدار بنی قریزه رفت و موافقت اونها رو برای همکاری با قریش در جنگ با مسلمانان جذب کرد اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره به گزارش واقدی در المقازی و ابن هشام در اسیرت و نبویه هنگامی که خبر گفتگوی بنی نظیر و بنی قریزه به پیامبر اسلام رسید وی جمعی از صحابه خود از جمله سعد بن معاز، سعد بن عباده و اسید بن حزیر را برای تحقیق درباره درستی این خبر به قلعه بنی قریزه فرستاد. یهودیان بنی قریزه در دیدار با این گروه به پیامبر اسلام بی احترامی کرده و پیمان خود با مسلمانان رو انکار کردند. بر اساس برخی گزارش ها زمانی که مدینه از سوی اهل مکه و سپاهیان احزاب در محاصره بود بنی قریزه تصمیم گرفتند شبانه به مرکز مدینه حمله کنند و برای این مقصود پیام را به سپاه احزاب فرستادند و از اونها طلب نیرو کردند با شنیدن این خبر پیامبر اسلام دیویس نفر از مسلمانان رو برای دفاع از خانه های مدینه فرستاد که تا صبح تکبیر می گفتند و با روشن شدن هوا خطر کودتای بنی قریزه از میان رفت بنابر برخی گزارش ها تعدادی از جنگجویان یهودی در آخرین ساعات شب به شهر حمله کردند اما بعد از ساعتی درگیری با مسلمانان بازگشتند. خطر بنی قریزه تا حدی جدی بود که از ابوبکر نقل شده که ما برای کودکان و زنان خود در مدینه از بنی قریزه بیشتر می‌ترسیدیم تا از قریش و قطفان. بلافاصله پس از پراکنده شدن سپاه احزاب پیامبر اسلام به جنگ با قلعه بنی قریزه رفت مسلمانان قلعه ها و خانه های بنی قریزه رو بین پانزده تا بیست و پنج روز محاصره کردند و سرانجام بنی قریزه پیشنهاد تسلیم شدن را پذیرفتند بنی قریزه ابتدا پیشنهاد دادند که اموال خود را بگذارند و با زنان و بچه های خود مهاجرت کنند اما پیامبر اسلام این پیشنهاد را نپذیرفت سپس یهودیان پیشنهاد دادند حکمیت به سعد ابن معاز واگذار بشه سعد از صحابی برجسته پیامبر اسلام بود و از طرفی قبل از اسلام متحد و دوست بنی قریزه بود سعد ابن معاز هم با استناد به احکام تورات و پیمانی که بنی قریز قبل از جنگ با پیامبر اسلام بسته بود حکم کرد که هر کس علیه پیامبر اسلام تجمع کرده باید به قتل برسه و زنان و کودکان هم باید اسیر بشن اظهار نظرها در مورد کشته شده ها متفاوته و مطابق نقل های گوناگون مردان بنی قریزه و پسران بالغ که تعداد اونها بین 600 تا 800 نفر بود کشته شدند در برخی از منابع ذکر شده که مسئولیت کشتن این افراد به تعدادی از صحابه از جمله علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام سپرده شد پس از اجرای حکم اموال بنی قریزه به طور کامل بین مسلمانان تقسیم شد برای اولین بار سهم سوار و پیاده مشخص شد به هر سوار دو سهم و به هر پیاده یک سهم از اموال یهودیان بنی قریزه اعطا شد با وجود اینکه بسیاری از منابع متقدم اسلامی به ماجرای کشتار یهودیان بنی قریز تصریح داشتند اما بسیاری از چهره شاخص اسلامی و حتی بخش قابل توجهی از پژوهشگران معاصر ماجرای کشتار بنی قریزه را رد کردند برای نمونه مالک ابن انس دومین امام از ائمه فقهی اهل سنت ابن اسحاق راوی اصلی این جریان رو دروغگو خطاب میکنه و بیان میکنه به دلیل اینکه راوی اصلی این ماجرا ابن اسحاقه نمیشه به گزارش وی اعتماد کرد جعفر شهیدی پژوهشگر معاصر شیعی معتقده که ماجرای کشتار بنی قریز از اساس باطله و این جریان چندین سال پس از این واقعه توسط ادعی وارد جریان تاریخ اسلامی شد و در نتیجه قابل استناد نیست ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار